Hombre, Dieguito, qué alegría verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? A ver la U. ¿A ver la U has venido? Sí. Venga, pasa, lo vemos. Pasa tú. Ahí lo tienes, la U. Mira lo que te estaba esperando. Mira que te gusta a ti el la U, la que te ha dado. Con él. Qué bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? مرحبا يا دييغو. أنا سعيد لعودتك حتى تستمع لقصة حياتي. في اليوم السابق عرضت عليك بعضا من أصولي وسافرنا معا لنقابل موسيقيين مذهلين من مصر وسوريا والعراق. ولكن أنا قديم جدا جدا وعشت في بلدان عديدة، فدعنا نواصل رحلتنا في الزمان والمكان لنعرف المزيد عن تاريخي. فكما أتذكر، فإن أول شعب عزف عوداً طويل الرقبة وطرب لألحانه كانوا هم السومريين، ثم جاء بعدهم العموريون والبابليون وعاصمتهم بابل. ويمكنك أن تتتبع رحلتي هنا في هذا النقش في معبد حمورابي وفي مدينة أور. أما في مصر فإني أظهر في قبر تحتمس الكبير، ففي الحضارة الفرعونية الأولى استعملني المصريون في طقوسهم الدينية وفي احتفالاتهم. لكن باحثين آخرين يشيرون إلى أن أصولي موجودة كذلك في الهند وآسيا الوسطى. ومع أن أصولي غير محددة على وجه اليقين، فإن المؤكد هو أنني موجود في هذا العالم منذ قرون عديدة، وأنني عاصرت حضارات مختلفة تتشارك في الثقافة والموسيقى. والآن دعني أواصل رحلتي معك. هل تود أن تسافر معي إلى إيران؟ وهي ما كانت تسمى قديماً ببلاد فارس؟ أنا الآن في ضواحي طهران في منزل خبير في فن العود وموسيقار عظيم وأحد أكبر أساتذة التار والعود في العاصمة الإيرانية الآن، وهو هادي أزربيرا. لقد أقام هادي مكاناً خاصاً للعزف على العود في حديقة منزله، وهو يأتي إلى هنا ليعلم ابنه رهاب العزف. تمرین کن خودت. من یه لحظه برم خونه یه کاری دارم، برمیگردم الان. ولی تو بزنش لطفا. يستمع رهاب لوالده وهو يعزف على العود منذ أن كان طفلا، وأنا متأكد أنه يود أن يعرف المزيد من تاريخ الآلة التي يحبها أكثر من غيرها. أهلاً أهلاً. نعم هنا أنا البربات، أنا جد العود. يشبه البربات اليوم العود إلى حد كبير رغم وجود اختلافات كما ترى، ومنها أن جسم البربات أصغر ورقبته أطول وملعب أصابعه أعلى بقليل.
من البداية كنت أكثر من مجرد آلة موسيقية، فقد كان يعتقد أن ترددات نغماتي تبث طاقات الحياة، وأوتاري كانت تعتبر قريناً للعناصر الأربعة: النار والهواء والماء والتراب. وللأخلاط الأربعة في الجسم البشري، فالنار يقال أنها تقوي الصفراء أي المرارة، والهواء يقوي الدم، والماء يقوي البلغم، والتراب يقوي السوداء أو الحزن. كما سميت أوتاري أيضاً العروق. ومنذ أن وجدت بأربعة أوتار، فإن العود أربعة كما يقال يمثل الفصول الأربعة في حياة الإنسان: الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة. خودش در مورد سیماش، اصل عود ایرانی ده سیمه، یعنی در واقع دو تا پنج تا جفت سیم داره، ولی خب بعدن اومدن به بربد به خاطر که یه وسعت بیشتری ازش بگیرن و کار بیشتری بتونن باش انجام بدن، که سیم دیگه هم اضافه کردن، مثل عود شده 11 سیم. زیاد روش پرده در واقع استفاده نمی کنیم که پرده بگیریم یا ازش روش ملودی بزنیم، در واقع فقط به عنوان یه صدایی که برای هارمونی اون بقیه به وجود میاره. هناك في طهران شخص آخر مهم جدا في عالم العود، هو مجيد ناظمپور، وهو يدير بيت العود، حيث يجمع بور كل ما يتصل بالعود، ويأتي الناس صغاراً وكباراً إلى هنا ليتعلموا العزف على العود. ويصنع مجيد كذلك آلات العود، وهو سيخبرنا بما يميز العود الإيراني عن الأنواع الأخرى، فدعنا نذهب لنقابله. ببینید اون چیزی که عود ایرانی رو از عود سایر کشورها متمایز میکنه، یکی خود ساختمان و استراکچر ساز عود هست، که در واقع ما به اون عود نمیگیم، به اون بربط میگیم. بربط ایرانی کاسه کوچکتری داره، دسته بلندتری داره، و طبیعتاً صدایی که از اون حادث میشه، این صدای نزدیکتری هست به موسیقی ایرانی. آنچه که ما با عود ایرانی یا بربط اجرا میکنیم، با اون چیزی که در کشورهای عربی یا ترکیه اجرا میشه متفاوت است، هرچند که شباهت های هم با هم دارن، مقام های موسیقایی که ما اجرا میکنیم. ببینید در مورد اینکه چرا ساز عود به این شکل هست، تمام اسناد تاریخی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی اسنادی که مبتنی بر افسانه ها هستند. في تاريخ كثير من الاساطير والالغاز، ولكن ذاكرتي تائهه في عتمه الزمن، فأولئك الذين عرفوني أولاً يعيدون وصولي إلى لاماك، الحفيد السادس لآدم، الذي غمه الحزن على موت ابنه فعلقه من شجرة، فتخيل شكل جسده على شكل عود، وكان لاماك أول من صنعني. إنها داستان هایی هست که ما میدونیم که سندیت علمی ندارن، اما آنچه در مورد شکل و شمایل ساز بربط در ایران این هست که نسبت‌ها و ابعادی در شکل و شمایل این ساز هست که به اونها فلاسفه ایرانی نسب شریفه، یا به زبان انگلیسی گلدن ریشیو میگن، یعنی اون نسبت‌های طلایی که برای ساخت یک ساز باید استفاده بشه. تمام علم هندسه و فیزیک صوت در این ساز برای طراحیش استفاده شده.
ببینید میتونم بگم تقریبا من تمام سازهای موجود رو میتونم یه صدایی ازش در بیارم، اما صدای ساز عود همیشه یه تاثیر خاصی روی من میذاشت. و برای من سوال بود که این چه ساز و این ساز رو تا به حال ندیده بودم. برام سوال بود این ساز چه شکلی هست که این صدا ازش تولید میشه. و وقتی با این ساز آشنا شدم سوال دومی برای من به وجود اومد و اونم این بود که چرا اینقدر اطلاعات کمی در مورد این ساز هست توی ایران. خب میدونیم که این ساز در ایران برای سه قرن فراموش شده بوده. به خاطر همین به فکر افتادم که هم در داخل ایران و هم در کشورهای مختلف در مورد این ساز تحقیق بکنم، چه در مورد شیوه های نوازندگیش و چه در مورد تاریخچش. سازهای خیلی زیادی از روی ساز عود ساخته شدن، مثلا ساز لوتی که بعداً در اروپا نواخته شد، یا سازهایی که شبیه به ساز عود هستن مثل ماندولین، یا سازهایی که حتی دورتر از ساز عودن مثل بالالایکا. مهمترین سازی که میشه گفت و معتقدن که از روی ساز عود ساخته شده ساز گیتار هست، که ولی اگر ما بخوایم واقعا عمیق به خانواده بزرگ ساز عود نگاه بکنیم میتونیم بگیم تمام سازهای زهی از روی ساز عود ساخته شدن. حالا در مورد اینکه زادگاه این ساز کجا هست، طبیعتاً هر کشوری به خاطر اهمیت این ساز یا هر سرزمینی سعی کرده که این ساز رو زادگاهش رو به خودش نسبت بده. من در کتابی که تألیف کردم و محصول 11 سال پژوهش من هست روی این ساز در کشورهای مختلف، تمام نظریات مختلف رو در مورد زادگاه این ساز آوردم و اونها رو نقد کردم و در نهایت ثابت کردم که این ساز با این شکل و شمایل برگرفته از بربط ایرانی هست. يقوم مجيد بور الآن بصناعة عود، فهناك أنواع عديدة من العود، وكما أصبحت أعرف الآن فإني أنا الذي أقف أمامك هنا عود البربيات، وأنا وعائلتي من العيدان جميعنا أنواع من العود، ولكن رقبتي أقصر وشكلي الراهن إن أسعفتني الذاكرة استقر على الأرجح قبل ظهور الإسلام، وما يميزني هو صندوق النغمات العميق والرقبة القصيرة الضيقة التي تنتهي عند طرف الشراع على شكل غراب رأس دوار منتن بزاوية في الخلف. أما الغلاف الجميل الذي يغطي جسمي فهو مصنوع من الخشب الناعم غير المصقول في العادة، وفيه معلقة أو ثلاث تزينها في الغالب ثلاث ورديات انتقلت لاحقاً إلى العود الغربي في العصور الوسطى. ويمكن أن تشاهد هذا على سبيل المثال في المنمنمات التي تزين قصائد القديسة مريم التي كتبها الملك ألفونسو الحكيم في القرن 13. وقد غطيت تلك القصائد بالخشب أو بعرق اللولو كما هو حال العود السوري. وساريتي ليس لها عتب غير أن العازف يتعلم كيف يحسب المواقع بريشته. الموسيقى الإيرانية التقليدية رسالة ونداء من أعماق وعي الفنان، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وثقافة إيران الضاربين في القدم. در مورد نواختن عود، این چیزی که وجود داره، یعنی هر کشوری و هر مملکتی در واقع توی عود برای خودش یه شیوه یا سبک مختلفی داره. عود ایرانی هم باید در واقع شیوه خودش رو داشته باشه. امیدم که
به شیوه ایرانی زده میشه این، یعنی با همون رپرتواری که برای ایران موسیقی ایرانی وجود داره. منظور این که مثلا ویبراهایی که توی موسیقی عرب وجود داره و در واقع، ولیکن نمیتونیم از این فارغ هم بشیم که تکنیک هایی که در موسیقی عرب یا ترکیه یا در واقع اون نوازی کشورهای دیگه وجود داره، مثل مثلا گفتم تو مراکش و تونس و اینایی که در واقع عود میزنن، نمیتونیم از اینا هم غافل بشیم به خاطر اینکه تکنیک اونا هم بر خودش منحصر به فرد و خوبه. میتونیم از اونا استفاده کنیم به شرط اینکه فواصل موسیقی ایرانی و رپرتوار موسیقی ایرانی حفظ بشه. على أن السمة الأساسية للأسلوب الإيراني في العزف على العود اليوم هي الابتعاد عن الأسلوب العربي، فهم يحاولون إيجاد صوت إيراني فارسي أصيل فقدوه منذ وقت. از دوره صفویه به بعد به دلایل نامعلوم این ساز در ایران فراموش میشه تا اوایل دوران معاصر که این ساز در ایران نواخته میشه دوباره و به دستور روح الله خالقی، استاد روح الله خالقی که یکی از بزرگان موسیقی ایران هست و رئیس هنرستان موسیقی بوده در آن زمان، دو تن از اساتید اون زمان هنرستان موسیقی، استاد اکبر محسنی برای ساز عود و استاد مفتاح برای ساز قانون در نظر گرفته میشن که اینها به عراق سفر کنن و این ساز رو دوباره یاد بگیرن و به ایران برگردن. اما بعد از این اساتید، استاد کاموسی، استاد نصرالله زرگی‌پنجه، استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد منصور نریمان، اینها از نوازندگان معروف این ساز بودن و امروزه هم نسل‌های بعد این ساز رو می‌نوازن و میشه گفت دوباره این ساز با تغییراتی که کرده به ایران برگشت. في الآونة القريبة ظهر العود في إيران على يد منصور ناريمان زنجاني الذي كان عازفا على آلة السيتار وتعلم لاحقا العزف على العود بنفسه. يقول ناريمان: لم أتعلم العزف على العود على يد أستاذ مدرب، بل تعلمت بنفسي. ويعجب أسلوب ناريمان كثيراً من العرب، وقد جاء منير بشير وهو أستاذ وعازف عراقي عظيم لزيارة ناريمان وتحدث عن هذه الآلة وأساليب وفنون عزفها. كان عازفو العود الآخرون من جيل ناريمان في البداية عازفي تار، ومنهم نصر الله زارم بانجي وأكبر محسني، وكانوا في العادة يعزفون لفرقة الإذاعة الموسيقية. ومن العازفين الذين كان لهم دور هام في التاريخ الحديث للعود في إيران عبد الوهاب شهيدي، وقد كان مغنياً واستعمل العود آلة مصاحبة، ولذلك كان له أسلوب عزف خاص. تار و ستار، یعنی تفاوت بین تار و ستار و عود، اون چیزی که مشخصه از قیافه ظاهریشون که خب به طب مشخصه که تار نسبت به عود کاسه تنینی کوچکتری داره، یعنی عود در واقع کاسه تنینی خیلی بزرگی داره و هم جنس، و این باعث میشه که در واقع صدا متفاوت باشه و اینکه جنس سیماش هم در واقع متفاوته. شما توی عود از یه سیمایی استفاده میکنن که در واقع نایلونیه، سیمای پایینش و سیمای بالاش حالت فنری داره و نسبت به سیم تار و ستار هم کلفت‌تره، پس به طبع این صدایی که ازش تولید میشه متفاوت خواهد بود. و البته این هم عرض کنم خدمتتون، طول دسته هم توی تار و ستار بلندتر از در واقع عوده،
و همین طول دسته باعث صدای زیرتر یا بمتر شدن رو به شما میده. تو ایران عود کمتر نواخته میشه نسبت به تار و سه‌تار. شاید چند دلیل داشته باشه، ولی یکیش اینه که خب مسلماً تار و سه‌تار تو ایران خیلی در واقع نوازنده های از قبل تر، یعنی از زمان در واقع قاجار نوازنده تار و سه‌تار بیشتر بوده. یه ذائقه‌ای داره ایرانی ها، یا هر در واقع هر مملکتی ذائقه صوتی که نسبت به موسیقی اون در واقع منطقه دارن. من از نقل قول میکنم از عبدالوهاب شهیدی که در واقع یکی از عود نوازای بزرگ ایران بود، که یه جلسه‌ای که در خدمتشون بودم فرمودن که عود ایرانی عین تار در واقع نواخته میشه. البته درسته عود نوازا تو ایران آقایون هم هستن، خانوم هم هستن، ولی که برای خانوم ها اصولاً این اتفاق بیشتر میفته، چون صدای عود یه ذره بمتره، خانوم ها بیشتر گرایش دارن بمتر و ملایمتر، در واقع نرمتر و مخملیتر. ببینید، همیشه فکر این که یک مرکزی رو من به شکل تخصصی برای ساز عود درست بکنم توی ایران، همیشه این فکر رو داشتم، چرا که ما در کشورهای عربی هم یه محلهایی رو به اسم بیت العود داریم یا همون خانه عود، که در واقع هم برای آموزش ساز عود در نظر گرفته شده، هم پژوهش روی ساز عود، هم آرشیو آلبوم‌های عود نوازان مشهور جهان، هم آرشیو نوت هست، حتی آرشیو مزراب عود و خود ساز عود هم هست، و دوستانی که علاقه‌مند به ساز عود باشن خیلی راحت میتونن اینها رو در دسترس داشته باشن و استفاده بکنن. ولی به جرأت میتونم بگم که این ساز هنوز اون جایگاه فیلسوفانه و فاخر خودش رو در اذهان به قوت خودش باقی داره. چرا که کسایی که به ما مراجعه میکنن و معمولا میخوان عود یاد بگیرن از طبقه فرهنگی جامعه هستن. زدنم اگر بخوام خیلی خلاصه و در واقع کوتاه بگم راجع بهش و اون احساسم رو بهتون منتقل کنم یا بگم خدمتتون، اونم اینه که موقعی که عود میزنم خیلی 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 احساسم درگیر میشه باهاش، یعنی در واقع عجین میشم باهاش، فکر نمی کنم که ساز دارم میزنم، فکر می کنم که دو نفریم ولی داریم با هم جمع شدیم در واقع. یکی شدیم و داریم احساسمون رو منتقل می کنیم. این چیزیه که میتونم راجع به عود بگم. سلام. عود بزن. صغيري رهاب، ابقى معي وواصل العزف وسوف تعرف المزيد من قصتي. فقد عشت وعملت في نشوء وتطور موسيقى البلدان العربية وبلدان أخرى مثل اليونان وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وشمال إفريقيا والأندلس ومناطق أخرى من العالم. كي توقف الزمن ابق معي، كي تعبر الزمن ابق معي، كي تتجاوز الزمن ابق معي، كي تشعر بالزمن تنفس، وكي تتمتع بالزمن
تعال لتزورني عما قريب. دقيقة دقيقة.